بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی سلام عرض میکنم. امیدوارم که هر جایی هستید دلتان خوش و شاد و تنتان سالم باشه. در شب میلاد بسیار با سعادت و فرخنده امام کاظم، هفتمین امام علیه السلام قرار داریم. عید میلاد امام کاظم و همین قسم عید غدیر که دیروز بود پشت سر گذاشتیم. و شما دوستداران خاندان پیامبر عظیم الشان تبریک و تهنیت میگویم. بسیار خرسند هستیم که امشب در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد فصیحی غزنوی هستیم. اجازه بدین که سلام علیک خدمت ایشان انجام بتم تا بحث امشب شروع کنیم. سلام علیکم جناب استاد فصیحی غزنوی. سلام علیکم، عید شما مبارک باشه و خوش آمدین به برنامه. شما مبارک باشه، متشکرم. سلامت باشین. سلامت باشین، زنده باشین. سلام علیکم، اگر با بینندگان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. علیکم السلام، سلامت باشید. همچنین عید سید غدیر خم که هنوز در فضای نورانی غدیر خم قرار داریم. بله، همین دیروز پشت سر گذاشت. تبریک و تهنیت میگم برای همه ارادتمندان امام علی علیه السلام. و این شب هم که مصادف است با میلاد پربرکت هفتمین امام همام، امام محمد کاظم علیه السلام، این میلاد با برکت را خدمت شما و همه بینندگان گرامی تبریک عرض میکنم. در خدمتتان هستم. تشکر، سپاسگزار هستم. بله، ایام ولادت ها و وفات و شهادت بزرگان دینی فرصت بسیار مناسبی است که حالا در کنار جشن گرفتن و ابراز شور و احساسات قدری هم قدم برداریم و قدری هم با زندگی و زمانه و بزرگواران آشنا شویم، با آموزه های اونها هم آشنا شویم، با سیره و سبک زندگی اونها آشنا شویم، چون اونها سرمشق ما هستند، امام ما هستند و ما پیرو و شیعه او بزرگوار هستیم. و وظیفه پیرو و شیعه این است که هرچه بیشتر با پیشوای خودش، با امام خودش انس بگیره، آشنا شوه، کسب معرفت کنه تا در زندگی خودش قدم خود در جای پای اونا بگذاره. و به معنای واقعی همون قسمی که اسم ما شیعه و پیرو هست، واقعا هم به چنین جایگاهی برسیم. امشب هم ما از این فرصت استفاده میکنیم که در شب میلاد بسیار مبارک امام موسی کاظم علیه السلام موضوع گفتگوی امشب درباره زندگی و مبارزات آن حضرت قرار دادیم. اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ما سوالا را مطرح کنم و جوابها را از ایشان بشنویم. پس تا پایان برنامه با ما همراه باشید. بله جناب استاد بزرگوار، اگر در ابتدا یک مقدار درباره زندگی آن حضرت که کجا به دنیا آمدن و چه صورت بود و چگونه و در کجاها زندگی کردن و مقدار امامت، بر اساس آنچه که یک اطلاعات کلی و مختصر درباره زندگی ایشان که هر شیعه باید بدانه، اگر برای ما بفرمایید بسیار خرسند میشیم. بله، همون گونه که فرمودید جا دارد که در ولادت ها و مناسبت های که مربوط ائمه اطهار علیهم السلام میشه، شیعیان بیشتر توجه به ویژگی ها و خصوصیات و زندگی ائمه اطهار علیهم السلام داشته باشند و آشنایی پیدا بکنن. بله، این آشنایی سبب میشه که انسان مسیری که آن بزرگواران رفتن طی کرده اند، ما همون مسیر را دنبال بکنیم. امام موسی کاظم علیه السلام هفتمین امام و پیشوای مسلمانان است.
ایشان در 20 ذوالحجه سال 128 هجری قمری در منطقه به نام ابوا که بین شهر مکه مکرمه و مدینه منوره هست، بله، در اونجا به دنیا آمده. چطور در اونجا جناب استاد؟ بله، محل زندگیشون بایی که اونجا نبوده، چطور در ابوا به دنیا آمده؟ دیگر بالاخره منطقه بوده که حتما، بله، بزرگواران اونجا مدتی بوده، بالاخره حضرت در اونجا به دنیا آمده. احتمالم داره که شما چون گفتین ابوا منطقه است بین مکه و مدینه، ممکنه در راه بازگشت از حج بوده که در اونجا پدر بزرگوارشون و مادر بزرگوارشون مدتی بوده، ولی خب بیشتر زندگی این بزرگواران در مدینه منوره بوده. بله، از این جهت پرسیدم. اما اصل مسقط الرأس به اصطلاح این که محل تولد در اون مکان متولد شده به نام ابوا ذکر کردن، درست. یک شهر است بین مکه و مدینه. مادرش، خب پدر بزرگوارش را که همه بزرگواران و بینندگان گرامی حتما میشناسن که امام جعفر صادق علیه السلام، بله، رئیس مذهب ما، بله، پدر بزرگوار ایشان هست. اما مادر ایشان به نام حمیده مصفا کنیزی بوده از اهل مغرب یا از اندلس که اسپانیای فعلی، بله، کنیز بوده و مادر امام موسی کاظم علیه السلام کنیزی است که همسر امام جعفر صادق علیه السلام بوده. امام موسی کاظم علیه السلام 37 فرزند داشته، یعنی بیشترین فرزند را در بین ائمه، بله، امام موسی کاظم علیه السلام. به همین دلیله که خیلی از سادات محترم منتسب میشوند به امام موسی کاظم علیه سادات السلام. سادات موسوی هستند. بیشتر سادات موسوی هستند به این دلیل که فرزندان زیادی داشته حضرت. درست. البته دختر و پسر که بزرگوارترین آنها امام رضا علیه السلام، علیه الصلاه و السلام، هشتمین امام و پیشوای مسلمانان هست که فرزند بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلام هست. بله. امام موسی کاظم علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارش امام صادق علیه السلام امامت و پیشوایی مسلمان ها را به عهده می گیرد. به مدت 35 سال ایشان مدیریت فرهنگی و اجتماعی شیعیان و امت اسلامی را به عهده داشته. یعنی طول امامت ایشان 35 سال بوده. طول امامت ایشان 35 سال امامت کرده. بله. البته خوب می دانید که ائمه ما، انشاءالله می رسیم به اون مطالب، که سخت‌ترین دوران را از لحاظ شرایط اجتماعی امام موسی کاظم علیه السلام طی کرده است. درست. به دلیل مسائل سیاسی که خلفای بنی عباس حاکم بوده و امام کاظم علیه السلام حدود 4 خلیفه را در دوران امامت خودش 4 خلیفه را در کنارش بوده و اونا خلافت میکرده و حضرت هم امامت میکرده و بالاخره، بله، با اونها دست و پنجه نرم میکرده. درست. و گرفتاری ها و معضلاتی که داشته در طبعا بسن. هر خلیفه سیاست خاص خودش داشته و نوع رفتارش با امام قطعا فرق میکرده. امام موسی کاظم علیه السلام، بله، در ادامه انشالله خواهیم پرسید و انشالله و ایشان در 20 سالگی به امامت میرسد و عهده‌دار منصب امامت می شود بعد از پدر بزرگوارش. درست. کنیه ایشان ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن الاول، ابو علی، ابو اسماعیل هست که القاب ایشان یکی کاظم هست معروف ترین من، بله، می دانید و معروف هست امام موسی کاظم علیه، بله، السلام. صابر، صالح، امین، عبد صالح، اینها هم از القاب امام کاظم، امام موسی کاظم علیه السلام هست و معروف ترینش همون کاظم هست. اینم به دلیل اینکه حضرت اونقدر حلیم، بردبار، متواضع بوده که معروف شده به کاظم، یعنی خشم خود را مدیریت میکرده.
خشم خود را فروم برده، درست، حلیم و بردبار بوده، بردباری با حتی با مخالفان، حتی با کسانی که می آمدن شماتت می کردن نسبت به حضرت. در ویژگی های زندگی ایشان هست که حضرت خیلی با مخالفین با مدارا رفتار می کرده. این که با دوستان و با اطرافیان خب طبیعی است که رفتار نیک و شایسته داشته، اما این فرو بردن خشم که معروف می شود به کاظم به دلیل اینه که حتی با مخالفین خودش، با بله، کسانی که می آمدن پرخاشگری می کردن، حضرت اونها را درس مدیریت خشونت می داد با برخورد شایسته و سالمی که نسبت به طرف از خود نشان می داد و خشم خود را مدیریت می کرد. و این خیلی مهمه و چی خوب است که ماها، بله، لااقل در ایام ولادت با سعادت ائمه اطهار علیهم السلام از ویژگی های این بزرگواران، از جمله ویژگی امام موسی کاظم علیه السلام که همین فرو بردن خشم هست، ما بهره ببریم و این مسیر و سیره امام را دنبال بکنیم. درست. حضرت نهمین معصوم هست، بله، از نظر ما شیعیان نهمین معصومی از معصومین هست و هفتمین امام معصوم هست. بله. نقش نگین ایشان حسب الله بوده. بله. یعنی خدا مرا کافیست. کافیست. و این از ویژگی ها و خصوصیات آن حضرت و دوران زندگانی آن حضرت بوده. بله، بسیار سپاسگزار هستیم. اگر اجازه بدین که یک میان برنامه را میبینیم، همکارای ما زحمت کشیدن به مناسبت ولادت امام کاظم علیه السلام. همراه با بینندگان عزیز و گرامی میریم این میان برنامه رو میبینیم. به گلزار امام بار دیگر غنچه‌ای وا شد، تبسم بر لبان حضرت صادق هویدا شد، ز دامان حمیده حق به مولامان پسر داده، به دنیا آمد و بهترین مخلوق دنیا شد. میان مکه و شهر مدینه گلفشان گردید، ستاره پیش پایش ریخته از آسمان ها شد. بیامد او که باب حاجت بیچارگان باشد، زمین و آسمان بر درگهش غرق تمنا شد. ملائک آمده بینن روی حضرت موسی، بلبهای همه گلواژه به به شکوفا شد. بگو تبریک بر مولا رضا، زیرا پدر آمد، به مشهد جشن میلادی نکو زین روی برپا شد. سلام شیعیان بر حضرت کاظم که میلادش سبب بر شادمانی دل اهل تولا شد. زند مرغ دل ما در هوای کاظمینش پر، ز سوی شیعه این ایدی ز مولایش
تقاضا شد. صلی الله علیک یا موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. در شب میلاد فرخنده هفتمین خورشید آسمان ولایت و امامت قرار داریم. بازم عید تبریک میگم، مخصوصا به شما بینندگان عزیز و گرامی که تازه به جمع ما پیوستید. حتما در دلتان ای آرزو هست و مشتاق هستید که یک بار در صحن و سرای باصفای امام کاظم و امام جواد علیهم السلام در کاظمین قدم بزنید و در اون هوا استشمام کنید و خاطره بودن در سرزمین عتبات و آلیات بار دیگر برای شما تکرار شود. از خدا می خواهیم که در چنین شب عیدی ما را برآورده شدنی همه آرزو قرار بده. اجازه بدین برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه برنامه. بله، جناب استاد فصیحی غزنوی در آخرین صحبت‌هایی که در بخش قبلی شما فرمودید اشاره فرمودید به ویژگی‌های اخلاقی امام کاظم علیه السلام به مناسبت لقب معروف ایشان که کاظم باشه. خب شما اشاره کردید که این کاظم به چی معناست و چرا حضرت به این لقب مشهور شده. لابد ویژگی های اخلاقی امام کاظم به همین منحصر نیست. همین صحبت رو اگر ادامه بدید و اگر ویژگی های اخلاقی دیگری هم هست که قطعا هست و فرصتی برنامه اجازه میده، برای ما و بینندگان ما بفرمایید تا ما بیشتر آشنا شویم و بیشتر سرمشق بگیریم برای زندگی خودمان. بله، قبل از اینکه وارد ویژگی ها بشیم و پاسخ به سوال حضرت عالی، بله، اینکه باز برای آگاهی بینندگان گرامی، تاریخ شهادت ایشان همان گونه که عرض کردم تاریخ ولادت بله. حضرت 20 ذی‌الحجه سال 128 هجری قمری است. بله، تاریخ شهادت ایشان 25 رجب سال 183 هجری قمری هست. بله، که باز در زندان ایشان حتما بینندگان گرامی در جریان هستند که ایشان در زندان به شهادت میرسد و طبق روایت 14 سال ایشان در زندان درست بوده و زندان سپری کرده و دو بار توسط هارون الرشید زندانی شده. در کجا زندانی بودن؟ در عراق بوده. بالاخره محل دفن ایشان در کاظمین هست. بله، در سامرا بوده و در کاظمین و بیشتر محل دفن ایشان که الان شیعیان و علاقمندان تشریف میبرند به زیارت ایشان در همون مکانیه که حضرت در اونجا در عراق بله. در کاظمین نزدیکی بغداد، آره، محل دفن ایشان هست. اما ما خصوصیات اخلاقی حضرت، بله، یکی حلم و بردباری و کظم غیظ بوده که معروف به کاظم شده. بله، و این اشاره کردم در برنامه قبلی، مطلب قبلی. یکی علم و دانش ایشان، یکی از ویژگی ها علم و دانش ایشان هست. درست. شما می دانید که بعد از حادثه کربلا ائمه اطهار علیهم السلام هر یکی در قالبی برنامه های مدیریتی خود را انجام دادن و مسئولیت خود را به پایان رساندن. امام سجاد علیه السلام برنامه دعا و نیایش را داشت که در قالب دعا و نیایش فرهنگ ناب اسلامی را برای مردم بازگو میکرد. بله، و یک فرصتی پیش آمد برای امام باقر علیه السلام. ایشان بنیانگذار مکتب تشیع شد و شاگردان زیادی را تربیت کرد که بعد از ایشان فرزند بزرگوارش امام جعفر صادق علیه السلام اون برنامه را ادامه داد و
بیشتر از پدر بزرگوارش بله. در این زمینه کار کرده که در منابع اسلامی ما موجود هست. برخی نوشتن که 4000 شاگرد، بعضی تا 12000 شاگرد هم برای ایشان نقل کرده. درست. شما فرمودید درباره امام باقر گفتین بنیانگذار مکتب تشیع، بیشتر فکر کنم فقه شیعه باشد، ورنه خود مکتب که خب در زمان منظور مکتب یعنی بله. این کل برنامه های اخلاقی فرهنگی، اون چی که تشیع را به عنوان تشیع در جهان معرفی کرده است تقریبا بنیانگذارش در واقع اونجا هویت سازی شده، هویت سازی کردند که البته فقه هم یکی از بله. عمده ترین برنامه‌ای هست. و شما میبینید که امام باقر و امام صادق علیه السلام در بعد اخلاقی، در بعد سیاسی، در بسیاری از مسائل، حتی رفتار فردی بله. بیشترین روایات از این دو بزرگوار برای ما رسیده، فرصت و زمینه فراهم زمینه برای بیان معارف. خواستم اینو بگم که قطعاً یکی از شاگردان مبرز در عین حالی که خود امام معصوم بله. و از سلسله جنبانان رسالت پیامبر بوده، امام کاظم علیه السلام، خب پای درس و مکتب این دو بزرگوار هم پدر و جد بزرگوارش جد بزرگوار شرکت داشته و علم سرشاری داشته. در زندگانی و ویژگی های امام کاظم علیه السلام معروفه که فقهای معروف جهان اسلام همواره از ایشان سوالات سخت و سنگین علمی و فقهی را از ایشان می کردن، سوال می کردن. بله. از جمله ابو حنیفه چندین بار امام اعظم از امام کاظم علیه السلام معضلات فقهی خود را سوال می کند و پاسخ می شنود. و این نشانگر این است که علم سرشار امام کاظم علیه السلام در ابعاد مختلف درست قطعا از ویژگی های برجسته امام کاظم علیه السلام است. علاوه بر امامت و عصمت بله. مسئله علم و دانایی ایشان در زمان خودش داناترین و عالمترین زمان خود بوده که فقهای جهان اسلام به این معترف بودن، معترف بوده و محتاج بیانات ایشان بوده و راهگشا بوده برای آنها. درست. بله. یکی دیگر از ویژگی های حضرت عبادت ایشان هست، این که عبادت میکرده. خب عبادت گاه همه مسلمان ها، همه هر مسلمان عبادت میکنه، اما این که عاشقانه عبادت بکند، خالصانه عبادت بکنه، متواضعانه عبادت بکنه و به عبادت عشق بورزه، در زندگانی امام کاظم علیه السلام نقل شده. درست. میگه وقتی که حضرت رو در سیاه‌چال برد در زندان هارون الرشید افکن، گفت وقتی وارد زندان شد حضرت دست به آسمان بلند کرد، از خداوند تشکر کرد، خدایا از تو سپاسگزارم که یک خلوتی برای من فراهم کردی و یک فرصتی برای من عنایت کردی تا تو را عبادت بکنم. و مشغول عبادت بود، مشغول راز و نیاز بود. انسان‌های بزرگ در چنین وضعیت‌های شناخته میشه جناب استاد، که در وضعیت‌های بسیار دشوار و بحرانی اونجا را هم برای خودش به فرصت تبدیل میکنه. همین تهدیدها را به اصطلاح تبدیل کردن به فرصت. بله. این خب همسال امام کاظم علیه السلام است که باید چنین کاری بکنه. با این نگاه به این وضعیت نگاه کردن. و ما به عنوان پیروان امام کاظم علیه السلام جا دارد که لااقل عبادت هایی که انجام میدیم، نمازی که میخوانیم، حالا اگر نمیتوانیم عاشقانه مثل ائمه عبادت بکنیم، مخلصانه عبادت بکنیم، رفع تکلیف بکنیم. متاسفانه در جامعه بسیار کمرنگ شده، خصوصا توصیه می شود به جوانهای عزیز که لااقل نماز صبح نمازشان را سر وقت بخوانند و عاشقانه و علاقمندانه به عبادت الهی بپردازند. و این از سیره ائمه اطهار علیهم السلام هست که ما از اونها یاد بگیریم. حالا اگر عاشقانه نتوانستیم، عارفانه نتوانستیم بخوانیم، لااقل مؤمنانه بخوانیم، رفع تکلیف بکنیم و این گونه نشه خدای نخواسته که
عنوان تاریک الصلات یا بی نماز داریم واسه بی نماز معرفی نشویم. بله خیلی خب، بازم وقفه میگیریم جناب استاد، یک برنامه همکارای ما تدارک دیدن میبینیم و بعد از این میان برنامه در ادامه صحبت ها انشاءالله از شما استفاده خواهیم کرد. دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مثبت 964 780 255 4013 شماره واتسابی و تلگرامی ما هست که از این طریق شما بینندگان عزیز گرامی میتونید با ما مرتبط شوید. هر نوع سوال و پیشنهاد و نقد و نظری دارید با همکارای ما مرتبط شوید و رایی کنید. همکارای ما سوال های شما رو دریافت میکنن، در اختیار کارشناس های محترم قرار میتن و در زودترین فرصت جواب به دست شما میرسانه. خب این هم که نیازی به گفتن نیست، خود شما میفهمین که هفته یک شب حداقل ما برنامه ما همین برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم در اختیار شماست، مختص پاسخ به سوال های شرعی و احکام هست. پس در این زمینه ارتباطتان با ما ادامه بتین که باعث دلگرمی خدمتگزاران شما در تلویزیون جهانی حادث. اجازه بدین برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو. بله جناب استاد فصیحی غزنوی بزرگوار، شما اشاره فرمودید که حضرت بالاخره مدتی را در زندان گذرانده، حداقل دو دفعه در دوران خلافت غاصبانه هارون الرشید ایشان زندانی میشه، یعنی از مدینه آورده میشه در عراق، اونجا زندان بودن. خب چرا امام زندان میکردن جناب امام که به هر صورت رویش مبارزاتی که در امام حسین پیش گرفته بود کنار گذاشته بودن، ائمه بیشتر تمرکزشان بر هدایت مردم از طریق فرهنگی و هدایت و ارشاد مردم از طریق نرم بود، نه فعالیت مستقیم و علنی علیه حکومت. انشاءالله میرسیم به اونجا. بله. پاسخ به سوال حضرت عالی که بله، چرا حضرت با این که سیاست مبارزه مسلحانه را در پیش نگرفته بود، بله، خب چرا دستگاه خلافت حساسیت نشان میداد، خصوصا در دوران هارون الرشید که دو بار ایشان به زندان انداخت. قطعا در خلفای دیگر هم مثل منصور دوانقی اینها هم برخورد داشتن، اما نه به اندازه هارون الرشید. بله علتش اینه که مردم به عنوان انسانهای مخلص همواره توجه به ائمه اطهار داشتن، چون میدانستن که اینها واجب الاطاعه، اینها معصومن، اینها منصوب از جانب خدا هستن. این خلفای عباسی غاصبین حاکمیت دینی هستند، لذا یک نگرانی را خود این دستگاه خلافت بنی عباس همارا داشتن. با درگیری با جنگ مسلحانه بنی امیه را کنار زدن، خب بنی عباس آمدن. بله تازه به اصطلاح حکومت عوض شد، کودتا شد، با بهانه خونخواهی از امام حسین و هواداری اهل بیت این سر کار آمدن. در حقیقت به اصطلاح حکومت را با یک کودتا و با یک مبارزه مسلحانه اینها به دست گرفتن، به دست آوردن، اما دل مردم را به دست نیاوردن.
بله. دل مردم و ایمان مردم و باور مردم در اختیار ائمه اطهار علیهم السلام بود. اونها یعنی مردم فرمان روایی میکردن. قلباً بر دل مردم ائمه اطهار علیهم السلام حکومت میکردن. لذا به این حسادت و این نگرانی و ترس همواره در وجود خلفا وجود داشت. به همین دلیل تلاش میکردن به یک نحوی سختگیری بکند به علویون، خصوصا به امام کاظم علیه السلام که دوران ایشان همون گونه که در اول برنامه عرض کردم بله. سختترین دوران بعد از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام دوران ایشان هست که خیلی دوران سختی بوده، با 4 خلیفه عباسی روبرو بوده و اونها آدمای خشن بوده و با خشونت برخورد میکرده با اطرافیان، و خصوصا اینکه در اون زمان یک سری حرکت ها و جنبش هایی هم در زمان امام کاظم علیه السلام به وجود آمد، گرچه که امام اونها را تایید نکردن و شرکت نکرد در مبارزه مسلحانه با اونها بله. اما نگرانی اینها بیشتر خلفا از ائمه بود، لذا به این خاطر زندان میکردن. فعالیت هایی که امام کاظم علیه السلام داشته میشه در 2 قالب بررسی کرد: فعالیت های فرهنگی و فکری بله. و فعالیت های اجتماعی داشته. فعالیت های فکری و فرهنگی ایشان که در حقیقت وظیفه اصلی امام، یعنی سیاست کلی امام بر مبنای همون سیاست پدر بزرگوارش و جد بزرگوارش امام باقر علیه السلام بوده و امام صادق، تربیت شاگردان عمده ترین کار ایشان بوده که در حقیقت کادر سازی میکرده حضرت بهم. انسانهای زبده را تربیت میکرده و شخصیتهای علمی را تربیت میکرده که بعدها همین ها بودن که مدیریت جامعه را، همین ها بعد از غیبت کبرا همین شاگردان ائمه درست مدیریت فرهنگی جامعه را اینها به عهده گرفتن. علتش اینه که ائمه از زمان امام باقر تا امام موسی کاظم علیه السلام و علی ابن موسی رضا علیه السلام اینها مدیریت فرهنگی جامعه را به عهده داشتن. شاید منظورتون بیشتر حالا نام نبردید اون سیستم وکالت است که میگه امام کاظم این رو ایجاد کرد که تا رسیدیم به زمان امام حسن عسکری. بله اونو میخواستم اشاره بکنم. درست. این علاوه بر اونه، یعنی ابتدا تربیت شاگردان بله. که این تربیت شاگردان علنی بوده. درست. کلاس های درسی داشتن بزرگواران بله. شاگردانی را مبرزی را تربیت میکردن و پاسخ به سوالات میدادن. یکی از کارهای مهم فرهنگی امام علیه السلام که در دوران ایشان افکار و اندیشه های فاسد بروز کرده بود، فرقه های گوناگون بله. یکی از مشکلات دوران امام کاظم، امام کاظم علیه السلام عمده ترین مشکلات حضرت علاوه بر مشکلاتی که از سوی خلفا داشت، مشکلات درونی بود، درونی و مشکلات اجتماعی بود که فرقه های مختلف با افکار و اندیشه های مختلف، الهادی غیر الهادی، می آمدن با حضرت مناظره می کردن که مناظره های زیادی حضرت با اینها انجام داده. درست. هم با خلفا مناظره کرده امام کاظم علیه السلام و هم با علما مدعیان که علم و دانش، مرجعیت علمی و کسانی که فرقه سازی کرده بودند، روی باور مردم تکیه داشتن و یک عده را دنبال خود کشانده بودند، حضرت با اینها با غالیان مبارزه میکردن. یک تعداد در قالب غلو به میدان آمدند، یک تعداد الحاد بودند، ملحد بودند آمدند و حضرت با هر یک از اینها با سبک خود اونها، با روش خود اونها، با اونها مناظره میکرد که کار عمده امام کاظم علیه السلام افکار و انتجه های گوناگونی را با اونها مبارزه میکردن و از اندیشه ناب اسلامی دفاع میکرد. بله. موضع‌گیری در برابر حاکمیت هم داشت، همواره منتقد دولت بود، منتقد حاکمیت خلفا بود و همواره با اونها عرض کردم که مناظره میکرد. اون چه که شما اشاره کردین یکی دیگر از کارهای حضرت بود، اون
کادرسازی و تشکیلات مخفی که بعدها به نام وکالت معروف شد و نیابت. در زمان امام کاظم علیه السلام بیشتر به نیابت معروف بود، نائب می گرفتن، یعنی از جانب امام نائب امام می شدن می رفتن، رابطه بین امام و شیعیان بودن. یعنی گویا این رویش قبل از امام کاظم چندان ائمه برای ائمه مرسوم نبوده و امام کاظم این رویش رو ایجاد کرده یا که تقویت کرده؟ چرا در زمان از زمان امام باقر علیه السلام شروع شده، در زمان امام صادق علیه السلام هم وجود داشته اما کمرنگ بوده. بله. امام علیه السلام یک مقدار، امام کاظم علیه السلام یک مقدار تشکیلاتی تر منظمتر روی این قسمت تشکیلات وکالت، سازمان وکالت به اصطلاح بیشتر تکیه نمود، که بعد از ایشان ائمه بقیه ائمه هم درست روی همین قسمت تکیه داشتن و البته این تشکیلات مخفی بود و بیشتر به صورت تقیه. شما میبینید که اون چهار نائب امام زمان علیه السلام هر کدامشان در یک قالب و در یک پوشش اینها زندگی میکردن، بعضی ها روغن فروشی میکردن، بعضی ها تجارت میکردن، در عین حال نائب خاص امام بودن امام زمان. لذا اون تشکیلات وکالت تشکیلاتی بود که در زمان امام کاظم علیه السلام بیشتر هویت پیدا کرد و البته در بین شیعیان هویت پیدا کرد و هنوز در بین عموم جامعه مخفی بود و این کار مهمی بود که همواره شیعیان دسترسی به امام داشتن از طریق نایبانشان. درست. اگر امکانات مادی هم به امام میفرستادن از طریق نایبانشان بود و اگر مسائل و معضلات علمیشان را میخواستن حل بکنن باز هم از طریق نایبان بوده و این روش بسیار روش خوبی بود که امام علیه السلام در این قسمت موفق بود و البته جواسیسی هم از دستگاه خلافت در این پوشش گاهن رخنه می کردن که سبب می شد خلفا حساسیت نشان بده، اما بله به اصطلاح رد پایی از خود این بزرگواران نمیگذاشتن و صورت یک نوع مبارزه بوده دیگه، یک مبارزه و مبارزه بله. در حقیقت مبارزه سیاسی و مبارزه فرهنگی داشت امام کاظم علیه السلام. بسیار سپاسگزار هستم جناب استاد فصیح بزرگوار، وقت ما تمام شده در همینجا وقت برنامه، انشالله که باز هم در فرصتهای بعدی از جناب عالی استفاده کنیم. از شما بینندگان عزیز و گرامی هم سپاسگزار هستیم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. باز هم میلاد امام موسی کاظم علیه السلام به همه دوستداران و محبان و پیروان و حضرت تبریک میگم. انشالله که در این شبها دلتان شاد باشه. همراه با کارشناس محترم جناب استاد فصیح بزرگوار شما را به خداوند متعال می سپارم. خدایا رو نگهدارتان باشه.